سلام بیننده های عزیز، خدا کنه که زندگی خوش و خوشحال داشته باشین. از خداوند پاک بر همه شما زندگی خوش و خوشحال آرزو میکنم و همین امیدواری که همه شما خوش و خوشحال باشین. برنامه امروزی مالگرا آغازگر میشویم. امروز من غذایی را که بر شما دوستای عزیز پخته میکنم یک غذای ایندی است که به نام بریانی نوابیات میشه. یک غذای بسیار از اعلانات قدیم مردم هندوستان است که در هندوستان پخته میشد و بسیار مفید است و بسیار ذائقه خوب داره و بسیار به مصالحات بسیار خوب آماده میشه. در ابتدا مواد لازمه را روی صفحه تلویزیونتان نوت کنین. مواد لازمه نوابی بریانی: برنج 3 گیلاس، گوشت سرخی گوساله نیم کیلو، ماست نیم گیلاس، روغن 125 میلی لیتر، پیاز 2 عدد، مرچ تازه 4 عدد، دارچینی 4 برگ، گرم مساله 2 قاشق چایخوری، هل کلان 8 عدد، زیره میده شده 2 قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چای خوری، مرچ سرخ 2 قاشق چای خوری، سیر 3 دندانه، نمک به قدر ضرورت. خب غذایی که امروز پخته میکنم مواد لازمی از واست: روغن، برنج، گوشت گوساله، ماست، پیاز، مرچ تازه، دارچینی، گرم مساله، هل کلان، زیره میده شده، زردچوبه، نمک، مرچ سرخ و سیر. خب در ابتدای اول این مقدار گوشت که قبلا شستیم ایره ریزه میکنیم و پیازه. پیازه ریزه میکنیم خب دیگه بخورا بالا من قلم بذاریم. تقریبا 125 میلی لیتر روغن دباینش اضافه میکنیم. خب تا روغن سرخ میشه پیاز ریزه میکنیم. پیاز نازک نازک ریزه میکنیم. پیاز خورتا ریزه کردیم. اینجا بالای روغن اضافه میکنیم. خب پیاز چند دقیقه که میمانیم که رنگش گلابی شد. وقتی که پیاز گلابی شد باز بدن گوشت بالاش اضافه میکنیم. خب اینجا یک مقدار گوشت است. این را خورد خورد ریزه میکنیم. خب یک ظرف میگیریم و این را میشوییم. خب گوشت را قبلا هم شسته بودیم بازم دوباره میشوییمش. یک بار دیگه پیاز شور میدیم. خب اینجا سه دندان سیر است دو میده میکنیم. خب این را از تراشه میکشیم.
بعض دوستای ما هستن که دیگ پخته میکنن هیچ سیر استفاده نمیکنن. من نمیفهم که یا عادت ندارن یا خوششون نمیان، اما دیگ بدون سیر واقعا هیچ مزه نداره، هیچ ذائقه نداره. کوشش کنین که سیر در دیگاتون استفاده کنین، به خاطر کسایی که فشارشون بسیار بالاست کوشش کنین که زیادتر سیر استفاده کنن. حتی میتونین که به طریق خام شما نوشجان کنین، به خاطر اینکه فشار پایین میبره. خب چند دقیقه میمونیم که پیاز گلابی شود. حرارت منقل روشن میکنیم. یک قاشق نمک در بین آب اضافه میکنیم. دوستای عزیز، به خاطر که امی دیگ زود کرده جوش بیه، یک قاشق نمک داش پرتین، دیگم زود جوش میه و برنج تان بسیار خوبش میشه. خب پیاز تقریبا قسمی که می خواستیم گلابی شده، سیر بالاش اضافه میکنیم. خب اندای سیرم یک دچرخ میکنیش کنیم بوی سیر برایه. گوشت آبش خالی میکنیم. بیرم بالا یکی دفعه میکنیم. وقتی که سیر امروی می روغن سر میشه، واقعا یک بوی بسیار خوب ازش بیرون میشه که خوش آدم میایه. در سابقه و در خانه ها که دال پخته میشدن، وقتی که بردیر سیر داغ میکنن، چند هم سایه پالوی ازو میفهمید که به حساب دی خانه دال پخته شده و بوی دال میایه، سیر داغ میایه. اینجا یک مقدار مساله جات داریم، ایران بلاش اضافه میکنیم. دو قاشق زیره اضافه میکنیم. دو قاشق مرچ سر. خب یکی به خاطر ازی که نوابی است، از اون خاطر مرچ و مسالی ازی زیادتر است. خب دل چی میره؟ درست مندوز چند توتر البته، به خاطر ازی که دیگه خوشبوی میسازم. و تقریبا 8 عدد ایل کلان مندازیم. خب یک بار شور میکنیم. یک قاشق زردچوبه مندازیم. دو قاشق نمک. و بیره چند چرخ میدیم. خب حال بالا یزی یک مقدار بندازیم و در بخار میمونیم تا گوشت نرم شود. برابر با دو گیلاس آب دش اضافه میکنیم که تا گوشت نرم شود. خب سر دیگه بخار بسته میکنیم. آوره 15 دقیقه میمونیم که بخار بگیره و نرم شود. خب آبام نزدیک است به جوش آمده. برنج صاف میکنیم. آب جوش آمده. برنج اضافه میکنیم. چند دقیقه میمونیم که تا جوش بخوره و نرم شود. چند دقیقه منتظر میمونیم.
خب برنج جوش آمده. خب دانه برنج سرخ کن و گوشت هم نرم شده، ارارت منقل خاموش میکنی، اردو ارارت البته برنج صاف میکنی. بخار دیگه هم بخار سیشته. خب کوشش کنین که وقتی کمی دیگه بخار کار میگیریم خوب مطمئن شدین که بخار دیگه مکمل خلاص شده بوده تو سر دیگه باز کنین. با عجله کار نکنین، عجله کار شیطان است. خدای نخواسته اگر بخار در داخلش باشه میسوزه نیتونه. برابر با نیم گلاس ماست در بینش اضافه میکنیم. خوبی دکت چند دقیق میمونیم که تامی روغن خدا جدا کنه. بعد از اون با دیگه دیگه مندازیمش. خب امی لذای پیش ازی که روغن خدا جدا کنه دیگه کلانتر رو میمانیم. میدم با دیگه خالی کنیم. یک دو دقیقه کمی ماستم روی موادی که در بین دیگه بود یک دفعه خوب مخلوط شده. باز بدن برنج بالاش اضافه میکنیم. باقی مسالجات اضافه کرده بودیم، باقی مانده بود تنها مساله برنج. بیرم در برنج در قشق اضافه میکنم. مسالجات مکمل انداختیم. قدمی روغن خودش جدا کنه، برنج سرش اضافه میکنیم و بس. آب دوباره جوش آمد و میبینیم که فایده ما سمیست که آجل کدم دیگه سر روغن می و مکمل دیدیم که سر روغن آمده. برنج بالاش اضافه میکنیم. بسم الله نام خدا. یک باری را مخلوط میکنیم. خوبی را چند دقیق میمونیم که آبش خوشابه بود. بعد این را دم میدیم. خب پیش ازی که دم بدیم اینجا 4 عدد مرچ تازه سیرم بر روی دیگ میمونیم. با میکتف تزی پخته شده چند دقیقه میمونیم آبش خوش شده. بعد زیر دم میدیم. برنجام ترقص میکنه، حرارت منقل کم میکنیم. دیگه با دم میمونیم. دیگ دم خورده، حرارت منقل خاموش میکنیم. اگر ظرف میگیریم بسم الله گفته برنجا میکشم. بسم الله نام خدا. خب کوشش کنیم که دیگه یک بار خوب شور بدیم.
بعض خوارای ما بسیار میترسن، میگه که برنج شور نتیم که مشکنه، نه قدر زود ایش نمشکنه، هیت نترسین، اما تو خوب دلیرانه شورش بتین و بکشه. بسم الله نام خدا. خب دست هستین بر بزنین، اگر برادر ما هستین یا خواهر ما هستین، آجل فقط مواد لازمه را که نوت گرفتین، آجل میتونین بروز بر چاشتتان یا بر شبتان آماده کنیم. هیچ کدام پرابلم نیست. خب من قدر فکر میکنم که باید میکنم. این مسئله جاده که زنده انداختیم فقط صرف بوی امی برنج بسیار خوبش ساخته، سه چند و چهار چند ساخته و میتونید که نال شما بس آرام کده بیده از روی برنج پس کنین و برنج نوش جان کنین. بخاطر تزین بیشتر ازی فقط از یک دونه لیمو بسیار یک ورقه نازک از پوست بودرنگ، میبینید که خوب یک گل مقبول در شده. بیده چی میکنیم؟ به میترتیب با روی برنج اضافه میکنیم. بخاطر زیبا تریش از این گلک های برقلی هم استفاده میکنیم. خب فقط مثل یک اشاخی گل واره صرف از یک ورق پوست بادرنگ و یک دونه گلیم استفاده کردیم و میبینین که مو غرور چقدر مقبول و زیبا ساخته. خب دوستای عزیز، ای بود نوابی بریانی. خدا کنه که مورد قبول شما دوستای عزیز هم قرار بگیره و شما هم بتونین در خانه‌تان آماده کنین و نوش جان کنین.